چند نکته در مورد اینکه دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن و میخوان در صنعت پرورش حشرات فعالیت داشته باشن رو براتون بازگو میکنم. اینه که دوستانی که فارغ التحصیل میشن میتونن در حوزه های مختلف پرورش حشرات با دوستانی که در رشته های مختلف فعالیت داشتن و دانشجو بودن و فارغ التحصیل شدن فعالیتشون رو شروع بکنن. یعنی اینکه میتونن یک گروهی رو تشکیل بدن، گروه 4 تا 5 نفره که متشکل از دانشجویان فارغ التحصیل علوم دامی، علوم باغی، صنایع غذایی، تولیدات گیاهی دور هم جمع بشن و یک دور همی داشته باشن و شرکتی داشته باشن که بتونن حشرات رو با محصولات متنوع تولید بکنن. در داخل ایران کارخانه پرورش حشرات نداریم، تا الان احداث نشده، ولی در کشورهای دیگه از چند سال گذشته، شاید 15 سال 20 سال گذشته، کارخانه های کوچک و بزرگی ساخته شده و روز به روز با تکنولوژی جدید و روز دنیا در حال پیشرفته. این دوستان میتونن با هم همفکری بکنن و کارخانه ای رو در مورد پرورش حشرات راه اندازی بکنن و محصولات تولیدی رو حداقل از یک نوع حشره میتونن 30 نوع محصول متفاوت تولید بکنن و به کشورهای متقاضی این حشرات و خواهان این حشرات تولیدیشون بفرستن. یک سری از حشرات داخل ایران مصرف داره، مثل حشرات بیولوژیک، مثل حشرات خوراکی. حشرات بیولوژیک برای دفع آفات مزارع، باغات و جنگل‌ها و گلخانه‌ها استفاده میشه و حشرات خوراکی برای تغذیه انواع حیوانات خانگی، حیوانات پرورشی، دام و طیور و ماهی‌های زینتی آکواریومی مصرف داره. میتونن برای اینا تولید بکنن که حداقل 30 نوع محصول رو به راحتی میتونن در این کارخونه تولید بکنن. برای همین این دوستان میتونن با همدیگه همفکری بکنن و گرد همایی که با هم انجام میدن حشراتی رو تولید بکنن. میتونن یک نوع حشره تا چند نوع حشره رو در یک کارخانه تولید بکنن و به مصرف کننده ها عرضه بکنن.